باید برای هر یک کار سه ماه یک ماه مهلت دادن ممکن. یک یک برای قطق دادن قپیدن در کار نیست که. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به وزارت اداره های دخلدار سپارش داده است که فروش سیمکارت های 250 سومونی را تا 1 ینوری سال 2019 منع کنند. به این ترتیب تا 4 ماه دیگر سیمکارت ها به طور معمولی فروخته خواهند شد. خوب شدگی این که تا 1 ینوری خیلی مولد دادگیم برای خلق که مردم پول ندارد. مسئله افزایش نرخ سیمکارت ها روزی 30 آوگوست در جلسه حکومت تاجیکستان بررسی شد. در این جلسه با رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان سپارش داده شده است که در رابطه با مسئله نرخ و ترتیب استفاده برای سیم کارت ها پیشنهاد ها ارائه کنند. در حال حاضر مسئله به هر شهروند دادن یک سیم کارت و محروم کردن تا 14 ساله ها از استفاده سیم کارت مطرح است. اینچنین پیشنهاد شده است که در آینده اپراتوران تلفن های موبایلی به هر یک شهروند از روی رقم یگانه ملی سیم کارت بدهند. و همین تصمیم امروزی که در جلسه حکومت تاجیکستان گرفته شد اکثری مشتری های تلفن های موبایلی را در تاجیکستان خوشحال کرده است. خیلی ما خرسند هستیم. خوبی در آن است که ما در این طول این 5 ماه کدام وقت هایی که خواهیم میم سیم کارت های خود را با پاسپورت های شخصی خود به نام خود میگذرونیم و در طول 1-2 روزی که اجازه دادن در این وقت ما کار دولت را پرتفته اینجا اومدن انتظاری میکشیم بسیاری وقت. اخلان هم به پول هم نشود تا 1 ینوری آدم ها وقت دارند که به حضور آمده سیم کارت را واستنوید کنند یا که گیرند. و بازم برخی از آنها میخواهند که عموما فروش این سیم کارت ها از بین برداشته شود. Вот а то, что все равно сделали все платно, это все равно, ну, я думаю, неправильно, потому что народу будет сложно все это отдавать деньги, потому что зарплата, ну сколько, 1000-1500, у некоторых вообще по 700. Если 250 оттуда минусовать, то остается на жизнь вообще ничего. Иншам байнубад ми гирем ки охиқа мардум мисол бисёр одам шароитш намерасад ва маҷбур мешаванд ки ба хотир мисол як сим карта одаме ҳаст ки наметавонад мисол харидорӣ кардан. Народ не слушает, народ говорит, что было бесплатно. Ну то есть не было вообще никаких ограничений сроков. Но государство ставит вот такой лимит, что мы можем поделать? Ничего, если только все подпишут жалобу, напишут и все граждане подпишут, только тогда может что-нибудь справиться.